شنوندگان و بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. متاسفانه ما اینجا هنوز ماجرای تعویض کیبل و نمیدونم بالا بردن سرعتش و اینها رو داریم و امروز یاد این شعر افتادم که فکر کنم از فرخی یزدی باشه: بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هفته دیگه مردم تیوی با اینترنت 10 برابر سرعت میاد خدمتتون با تصویر، و شما هم اگه مایل باشید در برنامه ها مهمان ما باشید، تماس بگیرید، مهمان باشید. اگر هم مایل هستید برنامه های خودتون رو داشته باشید، میتونید در تلویزیون مردم از هر نظری، از هر طبقه‌ای که باشید برنامه داشته باشید، مخالف من باشید، موافق من باشید، چپ، راست، بالا، پایین، مذهبی، غیر مذهبی، همونجوری که از اسمش پیداست، این تلویزیون مردم و همیشه گفتیم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. دوستان عزیز، امروز 19 ماه جولای سال 2017 است، برابر با 28 تیر ماه 1396. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید تا بتونیم مستقل باقی بمونیم. و اما روز دوشنبه برنامه‌ای داشتیم که اگر ندیدید و نشنیدید حتما برید توی قسمت پلیلیست یا ویدیوهای ما یا آرشیو و بایگانی ما و اون رو ببینید. برنامه بسیار جالبی بود از نظر من، قسمتی به اصطلاح از ماجراهای زمان شاه رو از زبان و کتاب خاطرات آقای مجید کفایی عنوان کردیم و شماها میدونید و میبینید که چه بوده و چه میگذشته در این سفارتخانه های ایران. سفارتخانه ایران در آمریکا، آقای اردشیر زاهدی حقیقتاً اون رو تبدیل به یک جندخانه کرده بوده، خانه مفصلی در پتومک گرفته بودن برای خوشگذرونی و کارهای غیرقانونی. بعد خواننده‌ها و هنرپیشه‌های معروف و با پول‌های زیاد از طرف ایران اینها رو تطمیع می‌کردن، می‌مدن باشون خوش می‌گذروندن، سفری هم به ایران و ملت بیچاره ایران اینها رو می‌دیدن و فکر می‌کردن که ما چقدر قوی شدیم که خانم الیزابت تایلور بلند میشه میاد ایران. نمی‌دونستن چه پول‌هایی به اینها داده شده و چجوری آمدن. همینجا اجازه بدید که من بهتون بگم احتمال 100% اوضاع سفارتخانه‌های ایران در دنیا در زمان شیخ بدتر از زمان شاه خواهد بود. دلیلش هم اینه: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا یا تا قیامت میرود دیوار کج. این برنامه دولت‌های ایران خشت اولش کج نهاده شده. آقای دکتر نصر احمدی باور داره که دلیلش اون قانون مشروطه ایرانه. اگر کسانی هستن که مخالف ایشان هستن بیان صحبت کنن تا ما آشنا بشیم. من چندین بار پای صحبت آقای دکتر نصر احمدی نشستم و دیدم کاملا درست میگه. قانون مشروطه رو حقیقتا باید گفت قانون مشروعه، و میبینید که اونجا آخوندها هستن که برای من و شما شاه معین میکنن، و این دروغ بزرگی بود که شاه نمیدونم موهبتیست، پادشاهی موهبتیست، خدایی که از طرف ملت ایران. اصلا این مزخرف بود. کدوم موهبت خدایی؟ خدا چجوری این موهبت رو به مردم داده و مردم در کدام رأی گیری، در کدام انتخابات این موهبت رو به شاه تقدیم کرده بودن؟ همش دروغ، دروغ، دروغ. بعدم خمینی آمد با دروغ‌های بزرگتر، و ملتی که 57 سال دروغ شنیده بود، دروغ اون رو باور کرد و امروز اینجا هستیم که هستیم، جایی که برادر رئیس جمهور رو میگیرن و حتی جرمش معلوم نیست. البته مبلغ خیلی زیادی رو به عنوان وثیقه یا بیل یا باند به قول اینجا یا معین کرده بودن که پرداخت شده آمده بیرون، که خود این سوال بزرگی است که چه کسی این همه پول نقد داره تا بذاره و برادر رئیس جمهور، برادر آقای روحانی که فامیلی فریدون رو داره، از زندان فعلا آزاد باشه. و اما واشنگتن پست امروز نوشته بود که به اصطلاح The US and Iran are heading toward crisis. Crisis یعنی این مشکلات غیر قابل حل و
میدونید که آقای ترامپ اصلا با این قول آمد که من قرارداد ایران را چنین میکنم و چنان میکنم و اینها، بعدم روابطی که با عربستان سعودی و کشورهای دیگه در منطقه پیدا کرده، چون در اون کشورها ایشون ساختمانهای بزرگی داره یا حتی بعضی از ساختمانها اسم اینو گذاشتن ولی به این پول میدن، این فقط دنبال اینه که منافع خودش رو تأمین کنه و نه دلش برای عربای سعودی سوخته، نه دلش برای اونایی که تو دبی هستن سوخته. و حالا اینجا عکسی هم کشیده از آقای روحانی و این نوشته که Monday was a tough day for President Trump agenda. اجندا یعنی چیزای دستور برنامه و اینهایی که ایشون داره توی به اصطلاح اون دستور کارش، و یکی پس از دیگری اینها بی نتیجه مانده و هر چیزی رو که گفت من روز اول ساعت اول خودم به تنهایی درست میکنم، الان میگه که تقصیر من نیست، که تقصیر مجلسه. حتی مجلس و سنا که هر دو دست جمهوری خواهان هستن با ترامپ همکاری نمیکنن. دلیلش اینه که میدونن برنامه‌های این برنامه‌های احمقانه، نژادپرستانه و دنیا رو به جنگ و نابودی خواهد کشید. ولی هنوز متاسفانه دوستانی هستن که هی میگن حالا باید بیشتر بهش وقت بدیم تا ببینیم چه کار انجام میده. و اما دوست خون همشهری عزیزمون یک خبری رو از گویا نیوز برای من فرستادن، اجازه بدین براتون بخونم. مدیر کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر عامل گفت مریم میرزاخانی ترور بیولوژیکی شده است. مدیر کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیر عامل در خصوص احتمال ترور بیولوژیکی مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی توضیح داد. محمد کریمنیا گفته که به اصطلاح درباره حمله بیوتروریسمی بیا یا بیو، همین به اصطلاح چیزایی که ممکنه از لحاظ خوراک یه نفر مسموم کنن، این کار رو روسیه خیلی خوب انجام میده و حتی این مامورای قبلی خودش یا کسایی که ازشون جدا شدن اینها رو با چیزای اتمی میکشه. در صورت من نمیدونم چرا کسی باید خانم به اصطلاح میرزاخانی رو ترور کنه وقتی که ایشون آمده بوده اینجا، از 4 سال قبل سرطان گرفته، خانوادهش حتی پدر مادرش آمدن آمریکا ازش مواظبت کردن و بالاخره هم بعد از 4 سال بنده خدا فوت شده. در صورت این ماجراهایی که ایران اینجوری میگه بعضی وقتا خیلی بهش اطمینان نمیشه کرد و باید گذاشت و رفت دنبال کار خودش. ولی این که دوستان ایرانی مخصوصا افراد مشهور برعکس آمریکا که وقتی طرف دچار یک ماجرایی میشه از همون اول میاد مردم را در جریان میذاره و حتی به این وسیله کمک میکنه به مردم عادی که من این کار کردم، این بلا سرم اومده شما نکنید. البته در باره خانم مریم میرزاخانی گویا ایشون سرطان پستان گرفته، سرطان سینه، و میدونید که میزنه به اون غدد لنفافی و اینها و زده به مغز و استخوانش و حقیقتا بعد از 4 سال احتمالا با بهترین دوا درمانها در کالیفرنیا در آمریکا ایشون نتونست به اصطلاح غلبه کنه بر این روان شاد، یادش گرامی باد. و بریم سراغ چیزهایی که اینجا براتون نوشتم. قبل از هر چیز اجازه بدید من تشکر کنم از آقای سهراب چمنارا. ایشون به غیر از اینکه برنامه‌هایی در تلویزیون مردم داشته، هر وقت برنامه‌ای در رادیویی و یا تلویزیونی هم به اصطلاح اجرا میکنه و انجام میده، اون رو هم برای ما ارسال میکنه و ما هم چند روز در تلویزیون مردم با هزینه خیلی کم برای ایشون پخش میکنیم. این بار هم مصاحبه‌ای کرده با یکی از رادیو تلویزیون ها به نام نگام و ایشون میگه که این رادیو تلویزیون نگام در ایران بیننده زیاد داره. البته خود من شخصا این 13 دقیقه 14 دقیقه مصاحبه رو که دیدم یه مقداری به نظرم مصاحبه‌گر ناپخته آمد و ضمن این که خیلی میخواست به اصطلاح قاشق چنگالی صحبت کنه، ولی بنده خدا آقای چمنارا رو میکروفون رو داد بهش و رفت. بعدم آقای چمنارا خودش خداحافظی کرد و رفت و این
اینترویو نبود، این حقیقتش به صورت اینفومرشال، یعنی آقای چمنارا درباره کتاب‌های خودش و درباره نوشته‌های خودش به این صورت داشت یک بار دیگه مثل تبلیغی برای نوشته‌هاش بود و میگفت که تا 2 سال دیگه به اصطلاح وضع ایران مشخص میشه. این ویدیو رو من بعد از برنامه امروز پخش میکنم، روی فیسبوکم برای شما میذارم و امیدوارم که شما این ویدیو رو ببینید، نظرات خودتون رو با آقای چمنارا در میون بذارید. اگر مشکلی دارید برای رسیدن به آقای چمنارا در همین فیسبوک بنویسید، ایشون خیلی ریسپانسیو هست، خیلی پاسخها رو به موقع میاد مینویسه و از این بابت من از ایشون ممنونم. و اما خودکشی یک ربات در آمریکا. میدونید این کلمه ربات رو توی ایران اول به نام آدم آهنی، یعنی آدمایی که از آهن ساخته شده بودن، حرف زدنشون خیلی غیر معمولی بود، همیشه چند تا چراغ روشن میشد و اینها، تو اون فیلم کهکشان ها مستر اسمیت و دکتر اسمیت و اون آدم آهنی با هم بودن و اینها. و اما در آمریکا به ما قول دادن که تا چند مدت دیگه ماشین های پرنده میاد، ماشین های بدون راننده میاد و گویا در یکی از فروشگاه‌های بزرگ یا مجموعه فروشگاه‌های بزرگ که بهش مال میگن یا شاپینگ سنتر میگن، چند تا از این آدم آهنیار، این ربات‌ها رو به عنوان نگهبان یا سکیوریتی استخدام کردن و دیشب یکی از اینها رفته انقدر جلو تا افتاده توی اون حوض وسط شاپینگ سنتر و حالا مردم شوخی میکنن میگن این خودکشی کرده، چون شغل نگهبانی شب پایی در شب خیلی خسته کننده است و این از خستگی و دیپرس شدن، به اصطلاح افسرده شدن، خودکشی کرده. شوخی های زیادی در این باره هست. و اما این خبر رو من از ایرو نیوز براتون میخونم، خودکشی یک ربات در آمریکا. یک ربات نگهبان در واشنگتن دی سی پس از حرکت به سوی حوض آبنمای یک مرکز خرید خود را به درون آن انداخت. در پی آن عکس‌هایی از این ربات در فضای مجازی منتشر شد و کاربران هم با اظهار نظرهای مختلف از هوش مصنوعی تا عالم سیاست را به صخره گرفتند، مسخره کردند. یکی نوشته ساختمان ما در واشنگتن دی سی مجهز به ربات‌های نگهبان است. یکی از آنها در آب غرق شد. قول خودروهای پرنده را داده بودند، در عوض ربات‌های انتحاری نصیبمان شد. خب این ربات نگهبان است و نگهبانی هم کار پر استرسی است. کارکنان این مرکز خرید در قلب پایتخت آمریکا ربات نایت سکوپ را از آب بیرون کشیدند، اما گویا ربات عمرش به سر آمده و از کار افتاده است. ربات نگهبان به طور کلی با کمک امکاناتی متشکل از میکروفون‌ها، دوربین‌ها و دیگر حسگرها قادر است محیط پیرامون خود را درک و هر چیز یا حرکت مشکوک و غیر عادی را شناسایی و هشدار بدهد و حتی ضبط کند. پیش بینی می‌شود در آینده ربات نگهبان دیگر ویژگی‌ها از جمله رصد سلاح و هوش مصنوعی رو هم به دست آورد. ربات نگهبان راهی ارزان برای گشت زنی در اطراف مناطق حساس و عمومی محسوب می شود و با تنها 7000 دلار ببخشید با تنها 7 دلار هزینه در ساعت بازار کار نگهبانان واقعی را کساد کرده است. البته حالا لابد اون سازمان هایی که ربات های نگهبان های واقعی رو به اصطلاح کرایه میدن به این شاپینگ سنترها میگن ببین این ربات ها به درد نمیخورن و باید از انسان استفاده کنید. البته همیشه این ترس و وحشت وجود داشته که وقتی این آدم آهنی ها میان کار مردم رو میگیرن، مردم بیکار میشن، ولی در طی میشه گفت 40 سال گذشته دیدیم که نه، یه سری کارهای جدید برای اینها درست میشه. مثلا همین کسی که نگهبان بوده شاید از فردا مسئول بشه که این نگهبانا رو با ماشین ببره به شاپینگ سنترها، یا تعمیر این نگهبانا، یا باتری عوض کردنش و 1000 تا شغل دیگه. خب بریم از آدم آهنی ها بیرون و بیان سراغ آدم های معمولی.
گاف شدید ظریف در مصاحبه با فرید زکریا. آقای فرید زکریا یه مسلمان پاکستانی است که در سی ان ان برنامه داره، برنامه های بسیار خوبی هم داره، جی پی اس و برنامه های دیگه، و الان چند مدتی هست اول برنامه جی پی اس تحلیل و تفسیر خودش رو میگه و قابل دیدن و شنیدن هست. دو سه روز پیش در رابطه با پریشب حقیقتا در باره با آقای ترامپ صحبت میکرد و میگفت که این ترامپ فکر میکرد که ریاست جمهوری فقط عکس انداختن و تشویق هست و با آدمای خوب، با آدمای پولدار چرخیدن و با زنای خوشگل این بر اونور عکس گرفتن، خبر نداشت که پشت این زیبایی ها دردسرهای زیادی نهفته هست و الان این نمیتونه، این نه بلد هست، نه کششش رو داره، نه از لحاظ سنی انرژیش به اصطلاح بر میاد که این کار رو انجام بده. در هر صورت آقای ترامپ مونده با تمام قولهایی که داده، هیچ کدومش رو تا حالا عملی نکرده و آقای فرید زکریا میگفت که این طرح بیمهش هم کار نمیکنه و میگفت که طرح بیمهی که به نام اوباما کر هست که در حقیقتا خدمات بهداشتی هست که هر کسی میتونست به اصطلاح افورد کنه، میتونست از پس هزینش بر بیاد، میگفت اون سیستمش خیلی ساده است، به این دلیل که افراد جوانی که از بیمه یا دکتر فعلا نمیخوان استفاده کنند پول میدادن، افراد پیر استفاده میکردن و بیمه هم از این وسط یه پولی میبرد. حالا آقای ترامپ وقتی میگه به هر کسی به دلخواه بخره، خب این جوونا دیگه نمیخرن. وقتی جوونا نخرن، پیرا یا باید دکتر نرن بمیرن، یا اگه رفتن دکتر هزینش رو دولت باید بده، دولتی که این همه کمبود داره این رو از کجا میاره؟ در هر صورت اینم این سوال. ولی این گاف که ما به ایرانی میگیم، اینجا بهش میگن گف، و وقتی یه کسی توپقی میزنه، یه حرفی میزنه، یه چیزی میگه که غلط هست و اشتباه هست، میگن طرف گاف داده. گاف شدید ظریف در مصاحبه با فرید زکریا. جالبه که این خبر رو روزنامه گویا گذاشته و نوشته که گاف محمد جواد ظریف در مصاحبه با فرید زکریا، و نوشته ما از کشورهای حمایت میکنیم که به حمایت خود از تروریسم و افراد و افراطگرایی ادامه دهن. دوستان، شما واقعا فکر میکنید که آقای ظریف اینقدر نادانه که بیاد در مصاحبه با فرید زکریا توی سی ان ان یه همچین چیزی بگه؟ من نتونستم لینکی برای این پیدا کنم. از آقای آل احمد هم که این تیتر رو برای من فرستاده بود، خواهش کردم که لینکش رو برای من بفرسته که متاسفانه هنوز نفرستاده. و اما نوشته که سخنگوی فارسی زبان نو محافظه کاران، این نو محافظه کاران این نیوکان هستن، نیو کانسرواتیو، که بعضی وقتا این چیزها رو دوستان عین کلمه به کلمه میخوان ترجمه کنن و یه چیزای زشتی مثل این میاد بیرون، نو محافظه کاران، محافظه کاران نو. در هر صورت میگه سخنگوی فارسی زبان آقای تقی‌زاده. این تقی‌زاده اگه اشتباه نکنم اون وقتا درباره ورزش صحبت میکرده، ولی اینجا در غربت، شما لاف در غربت، هر کاری دلت میخواد انجام بده، هیچ کس نیست که کنترل کنه، هیچ کس نیست که به شما بگه این کارو انجام نده، قدرت نده. آقای تقی‌زاده مفسر همه کاره و همه جا مهمان، طی مقاله‌ای در کیهان لندن با استناد به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر حمایت از تغییر رژیم در ایران، شرح شورانگیزی از ملاقات رضا پهلوی با مکین داده است. نقطه اوج حضور شاهزاده در کنگره ملاقات او با سناتور جان مکین، عضو ارشد سنای آمریکا بود که بالاتر از حزب جمهوری خواهی، حزب جمهوری خواه بخشی از دولت عمیق و دو قدرت نهادینه واشنگتن محسوب می شود. جالب است برای او هم مثل رادیو فردا، هر که به جمهوری اسلامی تشری بزند فوراً درجه می گیرد و ارشد می شود. یعنی دروغ میگه این ماجرایی که مکین نمیدونم چنین است و چنان، دروغ میگه. همین الان که با شما صحبت میکنم، این آقای مکینی که حتی خبر نداره چند تا خونه داره، فراموشی بهش دست داده. چند روز پیش یه آقای دیگه ای رو، رئیس اف بی آی رو میگفت پرزیدنت آمریکا، و این الان در بیمارستانه. بعضی ها میگن حتی امیدی نیست از بیمارستان بیاد بیرون. بعضی ها به شوخی نوشتن پس از ملاقات با رضا پهلوی، از شنیدن صحبت های مزخرف رضا پهلوی مریض شده. در صورت اون
به اصطلاح در بیمارستان. و اما ما یه دوستی داریم به نام آقای رضا اصلانی که هفته گذشته هم گفتم ایشون با دقت برنامه رو نگاه کرده بود و به من گفت آقای سربی شما هم شدی مثل اون معرکه گیری که همه رو جمع میکرد و میگفت از توی این قوطی مار سه سر در میارم یا آفتابه ای رو میذاشت و با اون هیکل گندش میگفت اگر 4 تا جوان مرد پولی بدن من توی این آفتابه میرم. ما 2 ساعت یک ساعت نشستیم و چیزی ندیدیم. بهش گفتم دوست عزیز اشکال اینه که شما باید ساعت دوم رو میدیدید که آقای بابک عربی در باره فخرآور صحبت کرده بود و بهش گفتم که خب یکی دیگه از اشکالها این بود که 4 تا جوان مرد در بین این چند هزار بیننده ما پیدا نشد که پولی بده. البته اگه پول میدادن ما نه تو آفتابه میرفتیم نه مار سه سری. این دیگه این ماجرای معرکه گیری رو همه ما میدونیم. و اما این بار یعنی دیروز آقای رضا اصلانی نوشته سلام آقای سربی، من دوباره سر و کلم پیدا شد. کجا رفته بودی؟ رفتی همه رادیو تلویزیون ها رو گشتی؟ دیدی جایی بهتر از اینجا نیست؟ ما همیشه گفتیم هر کی آمد خوش آمد، هر کی رفت بهش میگیم با امید دیدار. اونای دیگه هم برن تلویزیون های دیگر ببینن، رادیوهای دیگر بشنون، برگردن اینجا. اگرم اونا خوب بودن وایسن همونجا، دیگه ناراحتی نداره که. ایشون نوشتی که چون از شما خوشم میاد به قول خودت هر بار که فرصت کنم میگذارمتون روی میز تشریح جناب در برنامه دوشنبه در مورد مستقل نبودن قوه قضایی ایران مطالبی گفتید که درست بود. اما من تعجب کردم که چطور این چشم آبی ها تونستن شما را هم گول بزنن و ویترین هایشان را طوری چیدن که آدمی مثل شما را هم به تماشا و تشویق وادارن. بله نه جناب، این چشم آبی ها هم سیستم قضاییشون مستقل نیست. یادتون باشه همین کشور سوئد تاج دموکراسی غربی ها که دموکراسیش آب از چاکو آب از چاک و چیل ایرانی ها را انداخته، چطوری نوکر دلارهای آمریکا شد و چه داستانی برای دستگیری جولیان آسانج به پا کرد. یا توی همون آمریکا اگه من شما را هل بدم زمین بخورید باید جریمه بدم یا برم زندان، اما اگه پلیس شما را هل بده شما باید 50 تا وکیل بگیرید تا شما را توی دادگاه را بدهم. آقای سربی، قوه قضاییه هیچ کشوری بی‌طرف نیست، فقط در مقایسه با ایران اینها بیشتر اوقات آن هم وارونه بی‌طرفن. یعنی تو ایران برای مقایسه سیاسی کسی که کاری نکرده را میگیرند و متهم میکنند، اما توی آمریکا متهمین و خلافکارها را برای مقاصد سیاسی نمیگیرند، مثل همین رئیس جمهورشان ترامپ و خانواده خلافکارشان. من با دوربین ذره‌بیندار مشغول تماشای برنامه‌های خوب شما هستم، ضمناً در مورد حمایت هم شما هنوز من را کاملاً سر ذوق نیاورده اید. شاید به موقعش اصلاً آمدم و تلویزیونتان یک چاکی خریدم. آقا ما بی‌صبرانه منتظریم آقای اصلانی. این از این. دوباره دوست عزیز اگر همون برنامه دوشنبه رو شما دقت کرده باشید من گفتم که اینجا این دادگاه عالیشون یا سوپریم کورتشون هر رئیس جمهوری که میاد اونی رو که خودش دوست داره و اونی رو که باهاش موافقه میذاره و این اتفاقا چون 9 تا هست همیشه به یک طرف، 5 تاش از این وریه 4 تاش از اون وری، 5 تاش از این وریه 4 تاش از اون وری. و من کی گفتم اینها مستقلن؟ آقای بابک هروی گفته بود که اینها مستقل هستند و اگر رئیس جمهور کار خلافی بکنه دستگاه قضایی به دلیل اینکه مستقله یقشو میگیره. من گفتم نه خیر همچین نیست. ولی شما یه اشتباهی هم کردید بین دستگاه قوه قضاییه و قوه اجراییه. اون گرفتن و بردن و اینها به اصطلاح توسط قوه اجراییه انجام میشه، ولی با استفاده از قوانین قانون و
به اصطلاح اون متون قوه قضاییه. من درباره این قانون مقننه و قضاییه و اینها به اصطلاح سواد آنچنانی ندارم. حقیقتش فکر میکنم خیلی از ایرانی ها هم چنین سوادی رو ندارن، چون ما مدرسه‌ای به این صورت نداشتیم. شما سیستم دبیرستان ها و مدرسه های اینجا رو نگاه کنید، از همون کلاس اول بچه ها که میان بهشون میگن خودتون پرزیدنت خودتون یا رئیس جمهور یا رئیس همین جمهور کوچولو رو انتخاب کنید و این کارو میکنن. ولی ما اون ناظم میومد یک بچه بی تربیت گردن کلفتی رو میکرد مبصر، و اون هم جاسوس بود، هم مبصر بود، هم زورگو بود، هم باجگیر بود. خب این معلومه که ما عادت نکردیم. شما آقای اصلانی اگر در این مورد به اصطلاح مطالعاتی دارید، تحقیقاتی انجام دادید، من خوشحال میشم. ضمناً درباره حمایت از تلویزیون مردم هم کار امروز به فردا مفکن و هر چه زودتر حمایت کنید. و اما اکثر شهروندان آمریکا خواهان دوری ترامپ از توییتر هستند. توییتر این سیستم به اصطلاح شبکه اجتماعی است که ترامپ ازش استفاده میکنه و هر روز مزخرفات خودش رو به مردم تزریق میکنه. و دیروز یا پریروز که نتیجهش معلوم شده، گفتن که یک نظرسنجی جدید نشان میدهد 67% آمریکایی ها با استفاده ترامپ از توییتر موافق نیستند. 65% آنها توییترهای او را توهین آمیز و 52% خطرناک ارزیابی میکنند. با این همه توییتر میگوید اکانت ترامپ را مسدود نمیکنند. اگه اکانتش مسدود کنند که پدرشون رو در میاره، این چه حرفیه. و اما بریم سراغ مکین جانی. ای کاش اینترنت ما اینجا درست بود و این عکس زیبا رو بهتون نشون میدادم که یک نقاشی هست، کاریکاتوری هست که عکس مکین رو گذاشته بالای یه هواپیمایی و میگه که ترامپ is a dictator، بام 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 ایران، shut down those Russian planes، we need more war. و این رو آقای بن گریسون کشیده و من این رو نگه میدارم برای اولین روزی که بتونیم برنامه رو با ویدیو به شما نشون میدم. مکین جانی داعشی، برادر دوقلوی لینسی گرام، از دیروز در بیمارستان است. از طرفی میخواهد ایران را بمباران کند، از طرف دیگر در افتادن هواپیمای روسی دست داشته است. نوشته ما احتیاج به جنگ داریم و ترامپ دیکتاتور است. این هم از این دوستمون ممنون. و اما راجع به پلیس یک ویدیوی خوبی این دوستمون از خلیج فارس برساده، مخصوصا چون آقای رضا اصلانی هم گفت اگه پلیس یک کسی رو بزنه شما باید 50 تا وکیل گردن کلوف پیدا کنید. یه فیلمی رو نشون میده که یه دختر مسلمانی رو پلیس گرفته و چنان تو اداره پلیس میزنتش، دختری که از لحاظ جسه کوچکتر از ایناست، روی صندلی اول اونجا نشسته، بعد میکشتش این ور اونور. ولی متاسفانه من امروز نمیتونم اینها رو به شما نشون بدم، دارم برای جمعه یا احتمال زیاد هفته آینده. و اما آقای واحدی نوشتن که، یا خانم واحدی، چون نوشته ان واحدی، حالا ما نمیدونیم این ان نازنین ناهید نرگس یا ان اسم ایرانی چی داریم، نادر مثلا واحدی. هموطنان گرامی، ایران بانوی جوان فرهیخته و ریاضیدان بزرگی را از دست داد و به سینه خاک سپرد. خاکی که خاک وطنش نبود. آنچه که آرزوی همه ایران دوستان به هنگام ترک این دنیا در غربت است. شادروان مریم میزاخانی دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بوده است که امروز آن را دانشگاه شریف می نامد. دانشگاه آریامهر در تابستان 1966 به ریاست محمد رضا شاه فقید تأسیس، یعنی آقای شاه رئیس دانشگاه بوده و به نیابت این ریاست به عهده مردی اهل علم با تجربه به نام دکتر علی مجتهدی سپرده شد تا این دانشگاه را به دلایلی که در حوصله این نوشته نیست یکی از بزرگترین دانشگاه کشور بنامد. دوست عزیز آقای مجید افراخته از آلمان چیز قشنگی نوشته ماها رو با چوب و کتک جدول ضرب یادمون دادن، هنوزم خوب بلد نیستیم، حالا هممون شدیم طرفدار ریاضیدان نابغه.
آقا خانم اگر یکی می اومد می گفت همین خانم احتیاج داره به یک کلیه یا به یک قسمتی از جگر شما، کدام یک از ما می رفتیم جلو؟ دروغ نگید، انقدر مریض ایرانی هست که احتیاج به بون مرو یا اون به اصطلاح مغز استخوان داره. یکیمون حاضر نیستیم حتی یک آزمایش کوچیکی انجام بدیم که مخارجی هم برامون نداره. چرا این دروغا رو می نویسین؟ چرا این حرفای بی خود رو می زنین؟ در هر صورت اینم ماجرای ما ایرانی ها هست که هیچ کارش هم نمیشه کرد. و اما آقای آریانپور برای دوست خوبمون آقای علی شیرازی نوشتن اگر در اسلام می توانند یک حجت الاسلام را برای آن که از زندان برای آن که از زندانی شدن و اعدام معاف گردد چند تن از به اصطلاح روحانیون دور هم جمع شده و دستخطی را تهیه و حضور شاهنشاه اسلام پناه عظیم الشان ارسال و خواستار می شود، چون این حجت الاسلام چون این آقا لقب آیت الله را به شخص حجت الله خمینی اعطا کرده ایم، لذا برابر مفاد فلان آیه هیچ مقامی در جهان حق ندارد ایشان را زندانی یا اعدام کنند. پس همان روحانیون معظم می توانند حکمی صادر کنند که اشخاصی که مایلند به لقب والای حاجی مفتخر گردند به جای آن که به سفر طولانی مکه و اینها، بله این ماجرای سفر مکه و سوریه و اینها، من خودم یکی از اونهایی بودم که وقتی خمینی آمد گفتم احتمال زیاد این سفر مکه و اینها رو میگه بریزید دور، این چیزها رو خدا توی اون خونه کوچولو نیست، اون خونه بت‌ها بوده، خدا همه جا هست، خدا توی کوچه شماست، پشت در خونه هاتون در کوچه هاتون ننویسید بر پدر اون کسی که اینجا بشاشد، سر خیابون یه دستشویی یه توالتی درست کنید. من دیروز یه جایی داشتم میرفتم با یکی از اونایی که تو ماشین بود، گفتم شما ببین اینجا این فروشگاه های مکدونالد، فروشگاه های دیگه چجوری کمک میکنن به تمیز بودن شهر، چجوری کمک میکنن به دولت، چجوری کمک میکنن بدون هیچ درآمدی این همه توالت. حقیقتا میشه بگی اینا توالت عمومی هست، درسته که من و شما میریم اونجا پول میدیم خوراک میخریم، ولی از طرفی روزی هم که نمیخوایم خوراک بخریم میتونیم بریم داخلش، احتیاج به دستشویی داشته باشیم، رفع حاجت کنیم به قول معروف. و چرا تو کشور ما این انجام نشد؟ یادمه آخرای زمان شاه در خیابون مشیر فاطمی، اشتباه نمیکنم، بین پارامونت و فلکه ستاد، یک توالت عمومی گذاشته بودن به حدی کثیف، به حدی بوی گند میداد که مردم میرفتن از اون ور خیابون رد میشدن. خب چرا باید اینجوری باشه؟ من و شمایی که ادعا میکنیم 2500 سال فرهنگ داشتیم، دلیلش اینه که الانم امروز آخوند آمده، آخوند بارها گفتم فرزندان خلف شاه و فرح بودن، اینا هم آمدن دنبال همون حکومت. صف مکه و مدینه 10 ساله شده، صف سوریه رفتن 5 ساله شده، وقتی که شطور بود به یک قاز خر قیمت واقعی ندارد. اون شاه سوئیس رفته من و شما اونجوری بود، از آخوندی که رفته حوزه های علمیه قم و مشهد و شیراز و کرمان و اینها چه انتظاری میتونید شما داشته باشید؟ در هر صورت این هم از این ماجرا. و بار دیگه بهتون پیشنهاد میکنم اگر برنامه دوشنبه رو ندیدید حتما برید اون برنامه رو ببینید و پیدا کنید که درباره آقای مجید کفایی صحبت کردیم. میخوام ببینم شغل ایشون در سفارت سوئیس چی بوده، یا که بله که یکی از کارهای مهمش بردن آقای شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ به هتل های مختلف بوده، احتمالاً براشون باید یه چیزایی هم فراهم میکردن که همون چیزا باعث میشه که به اصطلاح آلت تناسلی شعبون بیمخ مریضی و پینا پیدا کنه، بعد مجبور میشن دکتر ببرن، بعد به خاطر پرخوری و خوراکای چرب و اینها آقای شعبون بیمخ دمل میزنه، دمل کجاش میزنه؟ دم کونش، میبرتش دکتر. آقای مجید کفایی، و آقای مجید کفایی شما شغل خودتون رو چی میگین توی اون به اصطلاح جاب دیوتی یا تایتل شغلتون میگید تایتلش چی بوده، جاب دیوتیتون چی بوده؟ و
این رو دوستان ببینید و اگر امروز شما می‌بینید سفیر ایران در فلان کشور میره تو استخ دست به یه دختری میزنه و اینها، این به خاطر اینی که همین سفرا همین ماجرا در زمان شاه هم این ماجرا رو به اصطلاح داشتن و همون جوری که بارها گفتیم جایی که شتر بود به یه قاز خر قیمت واقعی ندارد. دوستان عزیز، من وقتی که این برنامه ها اشکالی پیش میاد مثل همین اشکال اینترنت و اینها، حقیقتا یه خستگی به اصطلاح ناخواسته ای به آدم دست میده و آدم میگه که حالا درست میشه درست میشه، و وقتی این درست نمیشه این چیزهایی که گذاشتم و اینها برای من میمونه، نمیتونم اجرا کنم برنامه رو اونجوری که باید و شاید. به این خاطر از شما پوزش میخوام، همونجوری که در برنامه گفتم پس از برنامه خودم تا چند روز آینده برنامه، با وجودی که آقای چمنارا فقط برای پخش یک بار این به اصطلاح هزینه رو پرداخت کرده، ولی من به قول آمریکایی‌ها میگن to show our good faith، ایرانی هم داریم میگیم به خاطر اینکه حسن نیتمون رو نشون بدیم و نشون بدیم در تلویزیون مردم کم فروشی که نمی کنیم هیچ، بلکه اضافه هم میدیم که دوستان خوشحال باشن، چند روز برنامه ایشون رو پخش خواهیم کرد و روی فیسبوک مردم تیوی هم قرار میدم. لطف کنید تلویزیون مردم، فیسبوک مردم رو به دوستانتون هم معرفی کنید و باز هم از شما دعوت میکنم هم تلویزیون مردم رو حمایت کنید، هم در برنامه های ما به عنوان مهمان شرکت کنید، هم در برنامه های تلویزیون مردم به عنوان برنامه گذار و مجری شرکت کنید، و هم اگر فیلمی ویدیویی دارید که مورد پسند و علاقتون هست اونها رو هم بفرستید، ما براتون پخش میکنیم با هزینه‌ای خیلی کم. وقتی میگم هزینه‌ای خیلی کم یعنی با 20 دلار، و من بیشتر وقتا به اصطلاح چیز گذاشتم، حراج گذاشتم و همون 20 دلار رو هم به 10 دلار تقلیل دادم، و امیدوارم که شما هم از این فرصت استفاده کنید، حتی سوء استفاده کنید و به ما بپیوندید. و گفتم الان دارم یه عکسایی رو نگاه میکنم، ای کاش برنامه بود تا من یعنی میتونستم بهتون نشون بدم و با هم اوقات بیشتری رو بگذرونیم، ولی چه کار کنم که اختیار دست من نیست. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون، بعضیا به اشتباه میگن چرخ گردون، چرخ گردون منظورش خداست که داره چرخ رو میگردونه، از آن پرسم که این چین است و آن چون. حالا ما اینجا نشستیم، دستمونم از چرخ گردون کوتاه. اجازه بدید همینجا با شما خداحافظی کنم، امیدوارم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. لطف کنید به طریق ایمیل، به طریق به طرق دیگه‌ای که میشناسید، تلگرام، اینستاگرام، اینها، توییتر، برای دوستانتون هم بفرستید و بهشون بگید، بگید که این سوربی این حرف رو زده، من باهاش موافقم یا باهاش مخالفم. دوست عزیز نظر شما چیه؟ قرار نیست شما با من موافق باشید. یک باقی اگه شما برید همش یک رقم گل، یک رقم درخت باشه، شما فوری میفهمید که این باغ فقط برای درآوردن درآمد ساخته شده، یا میخوان گلاشو بفروشن یا میخوان میوهاشو بفروشن. ولی تو باغای دیگه که میرید، اینجا یه گل وحشیه، اونجا یه گل زرده، اونجا یه گل قرمزه، یه گل آبیه، میبینید که اونجا گلستانه. و الا مزرعه گل درست کنی و باغ گل درست کنی نیست، گلستان یعنی این که توی این باغ، توی این تلویزیون مردم عقاید مختلفی بیان و نظراتشون رو بدن. دوستان عزیز، از یکایی که شما دوستان ممنون و متشکرم. به امید دیدار شما جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، با کانون آوا برنامه رو شروع میکنیم جمعه، پس از اون برنامه سربی با مردم، پس از اون برنامه آقای حسن ارشاد از ایران شماره 139، ایشون 139 هفته است
که برنامه دارن. من واقعا به پشتکارشون تبریک میگم و امیدوارم دوستان دیگه هم یاد بگیرن از ایشون. و ایشون هیچ وقت نیومد بگی من برنامه زنده میخوام، گفت من برنامه رو هر وقت که وقت کنم درست میکنم، ولی شما همه رو یک روز یک ساعت پخش کن. ما هم ساعت 4 روز جمعه رو انتخاب کردیم برای ایشون و بعد از اون هر روز به صورت بازپخش از تلویزیون پخش میشه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. شما میتونید با شماره تلفن 202-695-50 حالا دیگه هست روی فیسبوکمون هست، روی صفحه تلویزیون هست، دوبار که نگیم یادمون میره، ولی بذارید فکر کنم اینجا باشه 695-25-73 اگه این درست باشه، اگه نه که با ایمیل، با فیسبوک، با مسیج فیسبوک شخصی خیلی راه هست. اونی که میخواد کاری انجام بده میدونه و احتمالاً به احتمال 99% میتونه که اون کار رو انجام بده. یک بار دیگه از شما خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون روز جمعه. روز روزگار بر شما خوش.